واحد تازه از فعالیت اتمی اعلام نشده ایران در دست بازرسان. وال استریت جورنال گزارش کرد نمونه های آژانس بین المللی انرژی اتمی می تواند حاکی از تلاش های گذشته برای دست یافتن به سلاح هسته‌ای باشد. از یک بازرس پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی می پرسیم که این شواهد چقدر درباره گستره فعالیت های ایران سوال ایجاد می کند. در گفتگو با دو تحلیلگر می‌پرسیم آیا آنطور که بلومبرگ گزارش داده دولت بایدن می‌تواند راهی برای کم کردن فشارها بر ایران بدون برداشتن تحریم‌ها پیدا کند؟ همچنین در برنامه امشب اول کادر درمان ما وقتی این واکسن رو بتونن بگیرن در دو مرحله، خب یه اطمینان بالایی حاصل میشه، اونا هم بیشتر در معرض خطر هستن. وعده آغاز واکسیناسیون کرونا در روزهای آینده، دولت برای توزیع واکسن چه برنامه‌ای دارد؟ هر بار درباره ختنه زنان میشنوم یا چیزی میخونم، دردی که تو بچگی تحمل کردم دوباره از اول میاد سراغم. درد اون تیغ تیز بدون بیهسی یا بیهوشی. در روز مقابله با ناقص‌سازی اندام جنسی زنان نگاهی می‌کنیم به سنتی که به دغدغه‌ای بین‌المللی تبدیل شده. و اولین حضور مهاجران افغان در جشنواره ورزش زمستانی تاجیکستان. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. یک گزارش تازه از موضوعی مناقشه برانگیز و کهنه. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال نوشته که بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی در نمونه های برداشته شده از دو سایت غیر رسمی در ایران نشانه های جدید از فعالیت های هسته ای این کشور در گذشته پیدا کردند. فعالیت های اعلام نشده از نظر دیپلمات های غربی مشکوک و با احتمال اینکه ایران دست کم در مقطعی قصد ساخت سلاح اتمی داشته، آن هم درست در روزهایی که حالا گفته می شود جو بایدن رئیس جمهوری جدید آمریکا در حال بررسی گزینه هایی مثل حمایت از اعطای وام صندوق بین المللی پول به ایران است و کاهش تحریم هایی که کمک مالی به ایران برای مهار کرونا را محدود کرده. آیا یک جنجال اتمی دیگر در راه است؟ محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران راهی پیشنهاد کرده که دو طرف بدون مذاکره بتوانند به برجام برگردند. این راه چقدر عملی است؟ بیشتر در این باره حرف میزنیم. اول گزارشی از کسرا ناجی. مدارکی که اسرائیل از انبار هسته ایران در شوراباد در جنوب تهران نزدیک به دو سال پیش خارج کرد، برای حکومت ایران دردسر بزرگی شده است. همان مدارکی که ترقوزآباد را از جمله شناسایی کرد که مقام های ایران با خنده و ریشخند وجود آن را تکذیب کردند. جدی فکر میکنم یه عده نتانیاهو رو دارن سر کار میذارن. اینجا نخست وزیر اسرائیل تقریبا 17 ماه پیش و یک سال بعد از دستیابی به اسناد ایران از وجود سایتی اعلان نشده در آباده نام برد. حالا سه دیپلمات غربی به وال استریت جورنال گفتند که بازرسان آژانس در بازدیدشان از دو سایت ردهایی از مواد رادیواکتیو پیدا کردند، احتمالاً از جمله در آباده. آباده در کنار جاده اصفهان به شیراز قرار دارد و ایران وجود آن را قبلاً برخلاف تعهداتش اعلان نکرده بود. دیپلمات‌ها میگویند آژانس هنوز یافته‌هایش را به شورای حکام آژانس گزارش نکرده و منتظر بعضی از پاسخ‌های ایران است. هنوز معلوم نیست سایت دیگری که در آن رد تازه‌ای از مواد هسته‌ای پیدا شده کدام است. اگرچه نشانه‌ها حاکی است که ممکن است این نقطه باشد، مبارکیه در 70 کیلومتری جنوب شرق تهران. مدارکی که اسرائیل از انبار هسته ایران خارج کرد اغلب مربوط به فعالیت‌های ایران تا قبل از سال 2003 است، یعنی حدود 17 سال پیش، و یافته‌های جدید بازرسان آژانس ممکن است نشان از فعالیت‌های تازه ایران نداشته باشد. با وجود این، برای بازرسان آژانس این سوال وجود دارد که در این سایت‌ها چه آزمایش‌هایی صورت گرفت و تجهیزات آن امروز کجا هستند.
فعالیت‌های هسته‌ای ایران دیروز موضوع گفتگوهای وزیر خارجه جدید آمریکا و وزیران خارجه سه قدرت اروپایی بود. کسانی که احتمالاً از یافته‌های جدید بازرسان آژانس مطلع بودند. دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا در توییتر نوشت که وزیران خارجه این کشورها چگونگی رفع نگرانی‌های مشترکشان را در ارتباط با ایران بررسی کردند. یافته‌های جدید بازرسان آژانس بحران اتمی ایران را عمیق‌تر می‌کند و کار حل آن را پیچیده‌تر. به خصوص که حالا قرار است تا دو هفته دیگر ایران بر اساس مصوبه مجلس بازرسی‌های آژانس را محدود کند. کسرانجی بی بی سی. دیوید آلبرایت رئیس مؤسسه علوم امنیت بین الملل و بازرس پیشین هسته‌ای سازمان ملل متحد از مونستر آلمان با ما هستند. آقای آلبرایت، این موضوع مربوط به گذشته است. ایران یک بار سعی کرده که مسائل مربوط به گذشته رو در چارچوب برجام حل و فصل بکنه. چقدر مطرح شدن این فعالیت ها ممکنه در شرایط فعلی برای ایران درد سرساز بشه؟ اول از همه این مسئله گذشته نیستش. اگه شما اورانیوم غنی شده‌ای دارین که اعلام نکردید، از خودش که ناپدید نشده. این خیلی مربوط میشه به تعهدات ایران که کاملا اعلام بکنه فعالیت‌های هسته‌ایش از چه قرار هستند، و این برمیگرده به اصل موضوع. یعنی ایران این کارو نکرده. بنابراین پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای از ایران مطالباتی داره که ایران این مطالبات رو برآورده نکرده. این خطر وجود داره که ایران متهم بشه که اون قرارداد ایمنی رعایت نکرده، یعنی تخطی کرده از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، تخطی کرده از اون توافقی که ایران با بازرسان آژانس داشته که بهشون اجازه بده بتونن بازرسی بکنن و اعلام بکنن که چه اورانیومی غنی سازی کردن و چی رو نکردن. بنابراین میتونه واقعا برای ایران دردسر ساز بشه. تلقی عمومی اینه که ایران تا زمانی که آمریکا در برجام بود به برجام دقیقاً و مو به مو عمل کرده. منظورتون این هست که ممکنه نقض برجام هم باشه؟ That's what this means. بله، معنیش همین هست. یعنی اینکه ایران عمل نمی کرد به اون تعهدات و الزاماتی که پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای براش معین کرده بود. ایران به اون وظیفه‌ای که خودش گفته بود بر اساس برجام بهش متعهد خواهد شد هم عمل نکرد، چون طبق برجام قرار بود که ایران به هیچ شکلی وارد هیچ گونه فعالیتی نشه که مربوط بشه به ساخت سلاح‌های هسته‌ای. در هر صورت اونطور که وال استریت جورنال نوشته و مقام‌های غربی به این روزنامه گفتند، موضوع با ایران در میان گذاشته شده. نمیدونیم پاسخ ایران چه خواهد بود. نماینده روسیه میگه که نباید زیاد به گذشته بازگشت، نباید زیاد در گذشته موند. ایران در چهارچوب برجام شفاف عمل کرده و باید نگاه بیشتر به آینده باشه. چقدر موافقید؟ نه، خیلی موافق نیستم. به هر حال روسیه گرایشات و تعصبات خودشو داره، منافع نهفته خودشو داره. بخشی از این منافع این هستش که نیروگاه‌های اتمی به ایران بفروشه، داره حمایت میکنه از ایران، یه جوری برادر بزرگتر ایران شده در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. و راستش بخواین هم موضع‌گیری‌های روسیه تا الان خیلی غیر مسئولانه بوده، برای اینکه روسیه میدونه اگه قرار باشه که این ذهنیتی که الان روسیه گفته بخواد به کشورهای دیگه هم شامل حال کشورهای دیگه هم بشه، مثلا آفریقای جنوبی، خود روسیه اولین کشوری بود که بیش از همه شاکی میشد. بنابراین کاری که الان روسیه داره میکنه که اینجوری یک نظر گوشه چشمی به ایران داشته باشه و کمک به ایران بکنه، اگر کشورهای دیگه همون کار رو میکردن، خود روسیه اولین کشوری بود که از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میخواست که یک موضع‌گیری خیلی سرسختانه بکنه. بر همین روسیه فکر کنم داره خیلی صادقانه به وظیفه‌اش عمل نمیکنه. آقای آلبرایت، حرف از این هست که شاید دولت جدید آمریکا گفتگوهای تازه‌ای رو با ایران
کلید بزنه، شاید برگرده به برجام. شما خودتون در دوره بازرس بودید، در چنین شرایطی چه توصیه میکنید؟ فکر میکنید که میشه باب گفتگوها رو باز کرد؟ من فکر میکنم که خیلی مهم هست که مذاکرات به هر حال بابش بین ایران و آمریکا باز بشه. اتفاقات خیلی خشنی افتاده، تأسیسات هسته‌ای ایران یه جاهای دستخوش عملیات خرابکارانه شده، دانشمندان هسته‌ای ایران ترور شدن. جدا از این عملیات خشونت بار، واقعا وقتش رسیده که ایران و آمریکا مذاکره بکنن و الان هم وقت این کار واقعا رسیده. اما میدونید فقط این نیستش که الان ما بگیم خب آمریکا تحریما رو لغو بکنه و بعد ایران هم بیاد طبق برجام و محدودیت‌های برجام عمل بکنه. مسئله فراتر از اونه، برای اینکه خیلی مسائل دیگه الان باید بین ایران و آمریکا در چارچوب همین فعالیت‌های هسته‌ای ایران حل و فصل بشن، موادی که ایران اعلام نکرده داره، بحث غنی‌سازی و همینطور این سوال که آیا اصلا برجام میتونه یک توافق باثباتی باشه یا نه. اوباما این توافق رو امضا کرد ولی دیدیم که ظرف 3 سال ترامپ از این توافق خارج شد و بعد حالا بایدن دوباره میگه میخواد برگرده، شاید رئیس جمهور بعدی بخواد دوباره خارج بشه. برای همین اصلا اینجوری که این برجام منعقد شده خیلی قرارداد باثباتی نیست، نه برای ایران باثباته چون رئیس جمهور آمریکا میتونه هر وقت میخواد خارج بشه و بره، نه برای آمریکا. در نهایت آقای آلبرایت، سوال‌هایی در مورد برنامه اتمی ایران مطرح شده با توجه به حالا حرف و حدیث‌های تازه. شما میگید که موضوع خیلی جدیه. از دید ایران اگر به قضیه نگاه کنید، یکی از دانشمندان اتمیش ترور شده، یک طرف قرارداد که آمریکا بوده از برجام کاملا خارج شده، منفعتی از برجام چندان عاید حال ایران نشده. چرا سازمان‌های بین‌المللی مثلا افرادی مثل شما در این زمینه اعتراض نمی کنید و بعد به دنبال این هستید که ببینید در گذشته چه اتفاقی افتاده؟ از نقطه نظر من ایران هرگز به برجام متعهد نبود. بله، یه سری محدودیت هایی رو که در برجام بود راجب غنی‌سازی اورانیوم و تعداد سنترفیوژ ها، ایران به اونها عمل کرد، در چارچوب متعهد بود، اما هرگز ایران با بازرسان بین المللی صادق نبود. و برای همین سوال بنیادی این هستش که آیا فعالیت های هسته ایران صلح‌آمیز هست یا نه. بازرسان هر 3 ماه گفتن که نمیتونن با قطعیت اینو بگن و ایران هم با بازرسان همکاری نداشته که بتونه مسئله رو طوری حل و فصل کنه که بازرسان با قطعیت بتونن بگن جنبه نظامی نداره. خیلی موقع از متحدانش مثل روسیه خواسته که بیان ازش حمایت بکنن وقتی شفاف خودش نبوده. برای همین من هرگز فکر نکردم برجام واقعا تونسته پیمانی باشه که اطمینان حاصل کنه ایران هرگز به طرف ابعاد نظامی فعالیت هسته‌ای نره. این خودش باعث بحث‌های زیادی شده، خیلی کشورهای زیاد بودن، دولت‌های زیادی بودن، حالا اسمشون رو نمیبرم. بعضی از این کشورها میگن که اگر ایران دستش به سلاح هسته‌ای برسه موجودیت اون کشورها در خطر میفته، برای همین اونها هم از روش‌های خشونت‌آمیز حاضرن بهره ببرن که جلوی دسترسی ایران رو به سلاح هسته‌ای بگیرن. برای همین فکر می‌کنم که توافق هسته‌ای برجام یک توافق باثباتی نبوده، یه سری مسائلی رو حل نکرده که وقتی حل بشن بشه ما بگیم که خب یه توافقی حالا داریم که از یه طرف اجازه نمیده ایران سلاح هسته‌ای بسازه و از طرف دیگه به ایران هم اطمینان میده که هر کس نمیتونه به راحتی از توافق خارج بشه و بعد ایران رو تحریم بکنه و نتونه از مزایای تحریم بهره ببره. و البته همونجوری گفتم میتونه یک برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز داشته باشه. به هر حال این بخشی از سیاست هسته‌ای ایران هستش که برق از طریق هسته‌ای درست بکند. ولی من همیشه فکر میکردم که غنی‌سازی اورانیوم کلن استراتژی هوشمندانه برای ایران نبوده، برای اینکه غنی‌سازی اورانیوم برای تولید برق و برای تولید انرژی هسته‌ای هوشمندانه نبود و واقعا اتلاف پول بودش. و تنها دلیلی که بخوام برن دنبال غنی‌سازی به عنوان یک راه تأمین نیروی هسته‌ای همین هستش که پشت سرشون این انگیزه رو داشته باشن که سلاح هسته‌ای بسازن.
ممنونم از دیوید آلبرایت، رئیس مؤسسه علوم امنیت بین الملل و بازرس پیشین هسته سازمان ملل متحد از مونستر آلمان با ما. مهرداد اصلانی، پژوهشگر رابط بین الملل در دانشگاه ایالتی سان فرانسیسکو از همین شهر با ماست، و همینطور مرتضی اسماعیل پور، روزنامه نگار از کانزاس سیتی در ایالت میزوری آمریکا. به هر دوی آقایون خوش آمد میگم. اجازه بدید که سوال اول رو از آقای اسماعیل پور بپرسم. آقای اسماعیل پور، فکر میکنید که این موضوع بتونه تبدیل بشه به یک مناقشه جدید بین ایران و آمریکا یا ایران و غرب؟ خب درود دارم میکنم خدمت مخاطبین شما و مهمان گرامی. من فکر میکنم این مناقشه، این تنش سالها هستش، از زمانی که جمهوری اسلامی به سمت ماجراجویی رفته و بارها جهان رو تهدید کرده به این که به سمت بمب هسته‌ای خواهد رفت، به سمت غنی‌سازی 20% خواهد رفت. و کشفیات جدیدی که حالا چند وقت اخیر این دیپلمات‌های آمریکایی به روزنامه آمریکایی دادن نشون از این میده که این تهدیدات خالی از عمل نبوده و احتمالی نبوده داره که فلز اورانیوم اونجا کشف بشه. و اگر این فرضیه که فلز اورانیوم در اون منطقه اعلام نشده کشف بشه، به معنی این هستش که تمام آلارم ها یا هشدارهایی که مقامات غربی و یا دولت اسرائیل اعلام میکرد که جمهوری اسلامی به سمت ساخت بمب هسته‌ای هستش، درست بوده. و البته شخصا با یک محقق امنیت در اسرائیل هم صحبت کردم، گفت اطلاعاتی که در گذشته کشف شده مبنی بر این نیست که در حال حاضر اون اطلاعات ادامه پیدا نکرده و همون اقداماتی که در گذشته بوده دامنه خوش رو به حال امروز هم ادامه داده، و در نتیجه این احتمال وجود داره که جمهوری اسلامی به سمت بمب هسته‌ای پیشرفته. اگر این فرضیه و این احتمالات تایید بشه، از سمت آژانس هسته‌ای هم، آژانس بین‌المللی هسته‌ای هم تایید بشه، به معنای این هستش که دولت‌های غربی، چه آقای ترامپ می بود چه آقای بایدن، بر اساس منافع ملی آمریکا حق اینو نداره که وارد یک مذاکره بشه که به خطر امنیت ملی آمریکا و جهان ختم بشه. آقای اصلانی، شما چی فکر میکنید؟ ببینید، قطعا چیز خوبی واسه جمهوری اسلامی و ایران نخواهد بودش اینکه چنین چیزی کشف شده. اما من مخالف این هستم که آقای اسماعیل پور میفرمایند که مذاکره با این کشور خطرناک هستش. نه، خب ما تو دورانهای گذشته دیدیم که مذاکره خیلی جواب داده و تونسته که مشکلات زیادی رو حل بکنه. به نظر من در حال حاضر جمهوری اسلامی توی وضعیتی هستش که دنبال مذاکره هستش، و دولت های بایدن هم من فکر نمی کنم به این شدت و حدت که اسماعیل پور میگن دنبال مذاکره با ایران هستش. قطعا خیلی چیزا تغییر کرده توی این چند سال، و دولت بایدن دنبال این هستش که یک توافقی برسه با جمهوری اسلامی که بتونه این رو در زمینه‌های دیگه هم بس و گسترشش بده. بسیار خوب. آقای اسماعیل پور، شما گفتید که خب مذاکره راه چاره نیست. منظورتون چه هست؟ یعنی باید چه سیاستی دنبال بشه؟ سیاست فشار حداکثری سیاستی بوده که جمهوری اسلامی از منطقه خاورمیانه عقب کشونده، باعث شده کرنش‌هایی که قبلا داشته کاهش بده. از این بابت که جمهوری اسلامی همواره به سمت گروه‌های تروریستی تمایل داره و از نظر منابع مالی و منابع تسلیحاتی اونا رو تامین می‌کنه. اما به دلیل همین فشار حداکثری که آقای ترامپ قرار داده بود، از نظر منابع مالی دچار ضعف شد. من از مذاکره، نه به معنای مذاکره صرفاً، بلکه تعامل و دادن امتیاز به جمهوری اسلامی در این شرایطی هستش که با تهدیدهایی که میکنه. ببینید، مجامع بین المللی داره، یک روابط بین الملل داره، دیپلماتیک داره، که باید در میز مذاکره بنشینن و امتیاز بگیرن و امتیاز بدن. جمهوری اسلامی امتیاز نمیده و امتیاز میخواد، به این خاطر که اعلام کرده، خب اولا رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرده که باید اون تولید 20% اجرایی بشه، اون چیزی که در 14 بهمن هم یکی از مسئول میز ایران در آژانس بین‌المللی اعلام کرد که ما سانتیفیوژامون رو بیشتر کردیم، نسل ششم وارد کردیم. و این از این بابت هستش که جمهوری اسلامی به دنبال امتیاز گرفتن از غرب و جهان هستش. حتی کشورهای اروپایی هم نسبت به رفتارهای جمهوری اسلامی نگران هستن. اینکه صرفا به عنوان فشار حداکثری چاره ساز سرنگون جمهوری اسلامی است، نه، بحث الان امنیت جهان هستش و نگرانی جهان از ساخت بمب هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی. بخوام من اشاره کنم که فشار حداکثری از این بابت هستش که اون چیزی که جمهوری اسلامی
میخواد رو به عقب میکشونه و مجبور میکنه به خاطر اون که به بقای خودش فکر کنه، البته بارها مشاهده این بوده که بقای خودش هم حتی فکر نکرده، جهت حفظ بقای خودش مجبور به جهان تعامل داشته باشه. اگر در این انزوای محضی که به سر میبره باید خارج کنه خودش، و من فکر میکنم این تهدید بزرگی است برای جهان. آقای اصلانی، آقای بایدن بر اساس گزارش بلومبرگ داره به دادن مشوق‌های به ایران فکر میکنه، آیا مسیری که آقای بایدن داره طی میکنه کاملا برعکس اون توصیه است که آقای اسماعیل پور میکنند؟ ببینید، توی بحث فشار حداکثری قبل اجازه بدید من در مورد فشار حداکثری صحبت بکنم. فشار حداکثری که میگه یکی از چیزهایی که دنبالش بودش، نتایجی که دنبالش بودش دولت آقای ترامپ این بودش که ایران رو از داشتن انرژی از غنی کردن انرژی اورانیوم منع بکنه یا کمترش بکنه. تو این چند سال دیدیم که ایران بیشتر هم کردش، یعنی رفت به سمت ساختن بمب هسته‌ای در اون صورتی که دولت آمریکا میگه. همینطور اگر توی صحبت‌های بلینکن توی سنای آمریکا در موقعی که می‌خواستن ایشون رو تاییدشون بکنن، گفتن که ایران 3 تا 4 ماه آینده میتونه به بمب هسته‌ای رو دست پیدا بکنه. خب این فشار نشون داد که توی این زمینه شکست خورده. توی بحث منطقه‌ای هم ایران فعالیت‌هاش رو کرد. بله، یه تغییر مقدار عقب نشینی داشتش توی جاهایی، اما به نظر من خیلی کارهایی کردش که سنگین بود. تو همین بحث یمن رو شما نگاه بکنید، ایران دخالتی که ایران کردی که دخالت بزرگی بودش که انجام داد، خب ایران محدوداش رو تغییر کرد، برد سمت یمن به جای اینکه بره خواهد سمت فلسطین، بردش سمت یمن، یعنی تمام فوکوسش رو گذاشت روی سمت یمن و همینطور سوریه. این چیزی که من دارم میبینم، آقای بایدن در حال حاضر به این سمت نمیره که به یک توافق کامل با این دولت، دولتی که آقای روحانی هستش، برسه. قطعا یه سری مشوق‌هایی رو بهشون میده که بتونن اونها رو کجدار و مریض نگه دارن توی همین دست با شکسته برجامی که وجود داره الان، اما در بلند مدت دولت آقای بایدن و همینطور کل اروپا دنبال این هستش که یک توافقی به دست بیاره که نشه ازش به این راحتی بیرون رفت. همینطور آقای بایدن اونور دنبال این هستش که کنگره رو راضی کنه. ما میگیم دموکرات ها به این توافق رسن، خب نگاه میکنیم که خیلی از دموکرات ها مخالف توافق برجام بودن. پس آقای بایدن میره دنبال این که نظر کنگره هم جلب بکنه، قطعا میره وارد زمینه‌های دیگه‌ای هم میشه تا بتونه کنگره رو همراه خودش بکنه و این رو به عنوان یک قانون وضع بکنه توی آمریکا، به عنوان یک عهدنامه‌ای که توی کنگره آمریکا تصویب شده، نه اینکه فقط با یک امضای رئیس جمهور این کنسل بشه یا بمونه. آقای اسماعیل پور، چقدر طرف دیگه ماجرا یعنی ایران آمادگی داره؟ ما امروز شنیدیم که آقای ظریف از طرفی پیشنهاد کردند که بدون مذاکره دو طرف به شکلی به برجام برگردند، و از طرفی هم گفتند که در داخل ایران اجماع وجود نداره بر سر گفتگو با آمریکا. من این نکته رو اشاره کنم که مؤسل رئیس جمهور آقای بایدن، رئیس جمهوری آقای بایدن تمام شده و نشریات دارن اطلاعاتی از ایشون نشر میدن که نشون از این میده انتقادات زیادی همونطور که اشاره شد دموکرات ها هم دارن به بحث برجام، چرا که بحث امنیت جهانی هستش. من اشاره کنم که برخلاف نظر دوستمون آقای اصلانی، همچین چیزی که ایشون گفتن صحت نداره، و در زمان آقای ترامپ قبل از اینکه برجام رو در برجام رو تعلیق کنه و خارج بشن، بحث تهدیدات موشکی و اون قطعنامه 2231 اگه اشتباه نکنم رومیز آمریکا بود و خطراتی که از بحث موشکی پیش اومده بود. اون چیزی که مشخصه اینه که آقای بایدن، اتفاقا بایدن در زمان دولت اوباما کنگره کاملا همراهشون بود و هیچ مشکلی اونقدر نداشتن به معنای حادش. در حال حاضر هستش که جمهوری خواهان نسبت به یک سری مسائل نقدهایی دارن، ولی خب همراه دولت بایدن احتمال داره باشن. من اشاره کنم که توافقی که در ایران میخواد بگیره با دولت آمریکا، توافق از سمت
اکثریت نیست، توافق یک شخص به اسم آقای خامنه‌ای و اون شخص اون تصمیم گیرنده اصلی هستش که این مذاکره انجام بشه یا نشه. اما با توجه به رویکردهای آقای خامنه‌ای طی ماه‌های اخیر، به خصوص بعد از اون بحث غنی‌سازی 20%ی که گفت باید اجرا بشه، من فکر می‌کنم آقای خامنه‌ای دنبال امتیاز گرفتن هستش تا مذاکرات اثر بگیره. اصولا ما با سیاست‌های دولت و حکومت از طریق آقای حسین شریعت‌مداری مقالاتش می‌تونیم رصد کنیم و ببینیم که چه نظری آقای خامنه‌ای داره. بارها دیدیم که همسو با دولت بودن و در جایی که به ضد منافع آقای خامنه‌ای بوده در نقد دولت نوشتن و در نقد مذاکرات. پس من فکر نمی‌کنم بس آقای ظریف یا آقای روحانی و یا دولت بعدی که حالا چند ماه دیگه هستش باشه. آقای بایدن هم به کاملا متوجه این شدن که اصلا با این دولت فعلی نمیتونن مذاکره کنن، چرا که اصلا در حال حاضر اون تهدیداتی که از سمت همپیمانانش جمهوری اسلامی بارها تهدید کرده همپیمانانشو و یا انتقادهایی که عربستان و دولت اسرائیل داره بحث مذاکرات، این به همین سادگی آقای دولت جدید آمریکا فکر نکنم کوتاه بیاد و مذاکره کنه. من نقدم به این هستش که دولت آقای بایدن بدون توجه به اینکه این چه خطراتی برای جهان خواهد داشت به دنبال آروم کردن جمهوری هستش به جای مانع از فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی باشه. آقای اصلانی به نظر نمیاد که شما موافق باشید. بله، ببینید یکی از اهداف برجام این بودش که غنی‌سازی اورانیوم تو ایران محدودش بکنه و دیدیم که تو این حداقل تو این یکی دو سال که اول برجام که شروع شده بودش این اتفاق افتاد. ایران غنی‌سازیش رو کم کردش، تو بحث چه موشکی محدود کرده بودش تا یه حدی. اما زمانی که آقای ترامپ فشار حداکثری آوردش، ایران هم رفت به صورت به بالا. الان همین الان می‌بینیم که مجلس اعلام کرده که باید به غنی‌سازی 20% برسه. خب این چه فشار حداکثری بود؟ کجاش جواب داده؟ می‌دونی؟ باید ما احساسی که قرار نیستش برخورد بکنیم، بگیم که اوکی مثلا این چیزی که آقای ترامپ گفتش دنبال کمک مردم ایران هست. نه، اینطوری نیستش، به هیچ وجه چنین چیزی نیستش. الان چیزی که ما داریم میبینیم فشاری هستش که به مردم ایران هستش. ما قطعا با سیاست‌های جمهوری اسلامی چه در داخل و سیاست‌های خارجیش موافق نیستم من قطعا، اما چیزی که الان من دارم میبینم اون فشاری که روی مردم ایران هستش. ببینید تعارف نداریم با هم دیگه. مردم ایران اگر دولت آقای ترامپ ادامه پیدا می‌کردش، ما فکر نمی‌کنم می‌تونستیم به این راحتی واکسنی دریافت بکنیم، واکسن های کیفیت بالا. قبول دارم آقای خامنه‌ای برگشتش در مورد بحث واکسن اون حرف اشتباه رو زدش و رفتش به اون سمت که فشار مردم اومدش که حالا اومده به اون سمت که دولت رفته به خرید واکسن از انگلستان. اما این چیزی که این وسط هستش فشار حداکثری آقای اسماعیل پور عزیز شکست خورد. متشکرم. نکته هر دوی آقایون شنیده شد. سپاسگزارم از مهرداد اصلانی، پژوهشگر رابط بین الملل در دانشگاه ایالتی سان فرانسیسکو، و همینطور مرتضی اسماعیل پور، روزنامه نگار از کانزاس سیتی در ایالت میزوری آمریکا. رئیس جمهوری ایران میگوید واکسیناسیون کرونا در این کشور در روزهای آینده شروع خواهد شد. دو روز پیش اولین محموله واکسن ساخت روسیه به ایران رسید و به گفته مسئولان ایرانی قرار است به زودی محموله از واکسن آسترازنکا هم وارد این کشور شود. همزمان سازمان غذا و داروی ایران از آغاز آزمایش واکسنی خبر داده که به گفته این سازمان اولین واکسن تزریقی استنشاقی برای مقابله با کرونا است. فؤاد مسیحا گزارش می‌دهد. امروز به حمدالله ما رسیدیم به واکسیناسیون. پس خبری که همه در ایران منتظر شنیدنش بودند، وعده شروع واکسیناسیون کرونا در چند روز آینده با واکسن اسپوتنیک وی ساخت روسیه، که اگرچه در ماه‌های گذشته کاراییش سوژه بحث‌های داغ موافقان و مخالفان بوده، اما حالا بررسی‌های مقدماتی از نتایج آزمایشش نشان داده که در پیشگیری از شیوع کرونا مؤثر است. روزهای آینده واکسیناسیون آغاز میشه و شروع میشه طبق اولویت‌هایی که وزارت بهداشت و درمان مشخص میکنه و این برای ما بسیار خوشحال کننده است. یعنی اول کادر درمان ما وقتی این واکسن رو بتونن بگیرن در دو مرحله، خب یه اطمینان بالای حاصل میشه، اونا هم بیشتر در معرض خطر هستن و خب نگرانی بیشتری داره. بعدش هم شروع میشه برای سالمندان و اونهایی که بیماری های زمینه ای دارن به هر حال اجرا میشه. ایران بر اساس آمار رسمی موج سوم کرونا را پشت سر گذاشته و چند ماهی است که از شرایط بحرانی شیوع ویروس فاصله گرفته.
اما آنطور که مسئولان میگویند موج چهارم چندان نامحتمل نیست اگر مردم توصیه های ایمنی را مو به مو رعایت نکنند. همونطور که طی روزهای اخیر به اطلاع شما عزیزان رسانده شده است، نمودار موارد بستری روزانه در برخی استانهای کشور متاسفانه روند صعودی به خود گرفته و در هفته گذشته شاهد افزایش بروز هفتگی موارد مثبت بستری در کشور نسبت به هفته ما قبل هستیم. وعده شروع واکسیناسیون و خبر خیز ملایم کرونا در ایران همزمان شده با روزهایی که به طور معمول در سالهای گذشته روزهای تجمع و مراسم و برنامه‌های مختلف بوده. از جشنواره‌های هنری دهه فجر گرفته تا راهپیمایی سالگرد انقلاب در ایران، استانداری تهران اعلام کرده که امسال خبری از راهپیمایی مردم در 22 بهمن در این استان نخواهد بود. اما مشخص نیست که همه از این دستورالعمل‌ها پیروی کنند. یا آنطور که مسئول روابط عمومی وزارت بهداشت گفته مردم را به قتلگاه دعوت نکنند. آن هم در شرایطی که دیگر مشخص شده کرونا نه سن و سال می شناسد و نه آدم سالم و بیمار. فؤاد مسیحا، بی بی سی. پوریا ناظمی خبرنگار علمی از اتاوای کانادا با ما هستند. آقای ناظمی، خیلی در مورد اولویت ها صحبت شد. آقای روحانی هم در مورد اولویت ها سعی کرد که موضوع رو روشن بکنه، ولی آیا به همین شکلی که رئیس جمهوری میگه عمل خواهد شد؟ به نظر میرسه که حداقل بر مبنای سندی که فعلا منتشر شده، وزارت بهداشت اون رو تهیه کرده اوایل ماه بهمن، در واقع به نام برنامه ملی استقرار و گسترش واکسیناسیون کرونا، همین روند رو قرار در پیش بگیرن. در چهار فاز طراحی کردن. فاز اول در واقع نیروهای خط مقدم هستن، به معنی کل کادر درمانی که درگیر هستن با کرونا و با بیماران. از اون طرف کسانی که برای مثال در مکانهایی مثل قبرستانها برای شستشوی بیماران در گذشته درگیر، هر کسی که در واقع فاز اول درگیره. و بعد از اون یه مرحله در واقع بخش دوم فاز اول میاد سراغ افرادی که دارای ریسک بالایی هستن، احتمال خطر بالایی رو دارن، و بعد کم کم در فازهای بعدی سراغ افراد با سنین بالا میره. و بعد سراغ ساکنین مراکز، افرادی که در بخشای نگهداری عمومی هستن، سربازخانه ها، زندان ها و بقیه، و در نهایت به ترتیب سن سراغ مردم میاد. این برنامه تقریبا مشابه برنامه‌ای که همه جای دنیا برای واکسیناسیون در پیش گرفته و به نظر میرسه که روند درستی هم هست. گفته شده که مقداری از واکسن آسترازنکا وارد ایران میشه. خب این واکسن مشهور هست که واکسن بریتانیایی است. با توجه به دستوری که آیت الله خامنه ای داده بود و حرف حدیث ها، اصلا معلوم هست که واردات واکسن به چه شکل انجام میشه؟ زمان بندی ها مثلا چگونه است؟ ما دو تا در واقع تا الان تا به شکل تایید شده میدونیم که محموله واکسن قراره بیاد. یکی بر مبنای محموله روسی هست، واکسن اسپوتنیک وی، که از روسیه ورودش آغاز شده، اگرچه روند ورود و نرخ ورود هنوز مشخص نیست به چه ترتیبی باشه. بخش دوم از طریق پروژه کوواکس است، پروژه سازمان بهداشت جهانی. ایران از طریق اون پروژه در واقع سفارش چیزی حدود 4.2 میلیون دوز واکسنی رو داده که در واقع واکسن آسترازنکا آکسفورد هست، منتها از تولید کننده ای که واکسن رو در کره جنوبی تولید میکنه وارد میشه، و به خاطر همین گاهگداری در خبرها گفته میشه واکسن آسترازنکا کره جنوبی. در واقع همون واکسن هست، همون فرمولیزه هست، منتها در کارخانه کره جنوبی تولید میشه و وارد خواهد شدش. غیر از اون ما میدونیم که برنامه‌ای رو برای طراحی واکسن با کوبا داره پیش میره، یه پروژه واکسن داخلی هست. صحبت از خرید دو تا شرکت هست در هندوستان و هنوز اونها به نتیجه نرسیدن، و تا الان در واقع دو تا منبع اصلی که ما میدونیم پروژه کوواکس هست که همون آسترازنکا رو وارد میکنه و واکسن اسپوتنیک وی روسیه. مدتی است که الان خب واکسیناسیون در اکناف دنیا شروع شده، در بریتانیا، در آمریکا، در جاهای دیگه. آیا میشه فهمید که چقدر در کاهش گسترش بیماری یا مرگ و میر مؤثر بوده؟ نکته خیلی مهمیه که شما اشاره کردین، به خاطر که یه نگرانی که وجود داره این هستش که ما به محض اینکه واکسیناسیون رو شروع کنیم، حالا با هر واکسنی و بعد از مرحله مثلا به خصوص الان که انتظار میره که ما با یک در واقع موج چهارم در زمستان مواجه باشیم، بعد از اینکه بعد از دو هفته، سه هفته، یک ماه ببینیم که هنوز تعداد بستری ها کاهش پیدا نکرده، مردم اعتمادشون رو به واکسن از دست بدن. واقعیتش اینه که زمان میبره. این گونه نیستش که مثل یک کلید جادویی عمل کنه و بلافاصله قطع کنه. الان اولین سری اطلاعات داره از کشورهایی که
بیشترین میزان واکسیناسیون رو داشتن. میدونیم که اسرائیل 60% بیش از 60% مردمش رو واکسینه کرده. نخستین سری داده هایی که داره میاد این هستش که کم کم داره تاثیرش رو روی کاهش پرونده ها و کاهش مرگ و میر نشون میده. چند تا مطالعه ابتدایی که بر مبنای گروه هایی که واکسینه شدن در اسرائیل صورت گرفته نشون میده که واقعا در مقیاس بزرگ هم واکسن ها معادل همون چیزی که در فاز 3 نتیجهشون بوده، در مورد اسرائیل همون حدود 91% داره جواب میده. به این معناست که کماکان اگر بهترین واکسن هم باشه و همون بزنن، ممکنه که 10% کسایی که واکسن زدن بیماری رو داشته باشن و این زمان میبره. به همین دلیل اون توصیه قطعی که حتی با شروع واکسیناسیون، حتی با به نیمه رسیدن اون، شستشوی دست با صابون، در واقع رعایت فاصله اجتماعی و زدن ماسک رو باید رعایت بکنیم، این انتظار معجزه یک شبه نباید داشت از واکسن. بسیار ممنونم از پوریا ناظمی، خبرنگار علمی از اتاوا در کانادا با ما. زنان روستای زهبودی در استان هرمزگان میگویند از نیروی انتظامی کتک خوردن، از جمله زنی که 8 ماه باردار است. اهالی روستا به ساخت نیروگاه خورشیدی در این منطقه اعتراض دارند و میگویند زمین ها متعلق به آنهاست. دهیار روستا میگوید پیمانکار یک شرکت چینی است. در ماهای گذشته برخورد خشن نیروهای انتظامی و شهرها با فرودستان بارها به تیتر رسانه ها تبدیل شده و واکنش های عمومی را همراه داشته. پرهام قبادی گزارش میدهد با این هشدار برخی تصاویر برای بینندگان ممکن است آزاردهنده باشد. تماخش شد، لکت، گون، هر چی تماخش بمیری بیمارستان. زنان روستایی که میگویند از نیروی انتظامی کتک خوردند، استخوان‌هایی که با ضربات میله شکسته. جی به ترک خوب چیم از لحاظ همین میله کامه نشده بیدی بیدیش کتکاری که خوچی که اینجا کجاست؟ روستای زهبدی. روستای زهبدی در شهرستان بشاگرد در استان هرمزگان است. اول از همه تیراندازیش که این بچه هنیم هم بخواه این ای دو تو با میریان بده سه تو از بچه هنیم هم بله هزار قشش که خیسته تو هم. میگوید بعد از تیراندازی ماموران بچه ها از ترس بیهوش شدند. یکی از زنانی که کتک خورده 8 ماه باردار است. با تفنگ شما رو تهدید کردن؟ با چی کتکتون زدن؟ لگد زدن؟ کجا لگد زدن؟ شما باردار هم هستی؟ بله شما باردار. نمیفهمم بچهش شیشه نرفتم هنوز دکتر. درگیری با روستاییان دوشنبه اتفاق افتاده. زمین های پنیل خورشیدی اونجاست و ما آنها به احداث یک نیروگاه خورشیدی در زمین های اطراف روستا اعتراض دارند. میگویند این زمین آنهاست. دهیار روستای زهبدی میگوید پیمانکار یک شرکت چینی است. این شرکت یک شرکت چینی هست و با سرمایه‌گذاری بالاخره چینی هست، با همکاری دوستانی که در تهران هستن ایشون مجوزشون رو گرفتن. نیروی انتظامی استان هرمزگان کل اتفاق را تکذیب کرده، گفت دروغ محض است و هیچ گونه برخوردی توسط ماموران نسبت به اهالی روستا صورت نگرفته، اما وعده برخورد با کسانی را داد که تصاویر را منتشر کردند، گفت شناساییشان کرده. در ایران برخورد خشن ماموران انتظامی و شهرداری با تهی‌دستان سابقه دارد. کمتر از 3 ماه پیش ماموران شهرداری در همین استان در شهر بندرعباس آلونک زنی را خراب کردند، بی توجه به زجه کودکانش. زن آلونک نشین بعد از این اتفاق خودسوزی کرد اما جان سالم به در برد. این هم روستای ابوالفضل در خوزستان، کمتر از 6 ماه پیش. تیراندازی، تیراندازی. جای ساچمه روی بدن ساکنان روستا. آقا بیار آقا چی میخواد؟ پلیس آمده بود خانه هایشان را خراب کند که مقاومت کردند. شدن یگان ویژه اومده تخریب بکنه. بنیاد مستضعفان مدعی است که مالک این زمین هاست و روستاییان را به زمین خاری متهم کرده. ما زمین کسی را غارت نکردیم. غارتگر نیستیم. اینجا زمینای ما. زمان شاهنشاه وقتی که سند می‌خواستیم حق مشروعیت به اعراب نمی‌دادن. می‌گفتن شما کشاورز هستین، فقط می‌تونید کشت بکنین، بخورین تو این زمینا. ماموران حتی طلبه‌ای که نماینده معترضان بود را هم بی‌نصیب نگذاشتند. نمی‌خواد. و این آسیه پناهی، زنی کرمانشاهی که جانش را برای حفظ آلونکش از دست داد. به خانوادش وعده مسکن مهر دادند.
وعده‌ای که هنوز محقق نشده. این نوه آسیه پناهی است. معتاد بشه هیچ مسکن نه خبری از خونه حقمون حق مادرمون دست حتما پیگیری می‌کنم. در دیدار ماه پیش رئیس قوه قضاییه ایران از کرمانشاه، 11 روز پیش حکم 18 ماه زندان مأمور شهرداری که به مشارکت در قتل شبه عمد آسیه پناهی متهم بود به حبس تعلیقی تغییر کرد. به زبان ساده یعنی زندان نمی رود. یعنی محرومان، ستم دیدگان، از پا افتادگان، محتاجان. جمهوری اسلامی خود را همیشه نماینده و برخواسته از تهیدستان معرفی کرده. همین زاغنشینان و همین حاشیه نشینان و همین محرومان بودند که این انقلاب را به ثمر رساندند. دولت جمهوری اسلامی سیاستی در جهت حمایت از قشرهای مستضعفین باشد. باید این خط در آینده ایران تعقیب بشود. اما 4 دهه بعد فرودستان نگران سقف‌های کوچک بالای سرشان و نگران حفظ زمین زیر پایشان هستند. پرهام قبادی، بی بی سی. فریبرز کلانتری، روزنامه‌نگار ایرانی، از محکومیت خود به حبس، شلاق و جزای نقدی خبر داده. او گفته که این حکم به دلیل انتشار مطالبی درباره فساد اقتصادی مهدی جهانگیری، برادر معاون اول رئیس جمهور است. آقای کلانتری با انتشار تصویری از حکمش نوشته مهدی جهانگیری به اتهام قاچاق ارز و فساد گسترده به 2 سال زندان محکوم شده، اما او به اتهام نوشتن درباره آقای جهانگیری به 3 سال زندان محکوم شده که 2 سال آن قابل اجراست. آقای کلانتری گفته که به 74 ضرب شلاق هم محکوم شده. فریبرز کلانتری، روزنامه نگار تحقیقی که تحقیقاتی در مورد فساد اقتصادی مهدی جهانگیری، برادر معاون اول رئیس جمهوری ایران، انجام داده با ماست. آقای کلانتری، اول بد نیست که کمی در مورد پرونده آقای جهانگیری بگید. سلام آقای موسوی. عرض کنم خدمتتون که پرونده آقای جهانگیری پیشینه خیلی قدیمی داره، برمیگرده به سال 1382 و زلزله بم که ایشون اون موقع 70 روز معاون پشتیبانی رسیدگی به زلزله زدگانه. بعد برای ساخت واحدهای مسکونی برای زلزله زدگان موقت با یک آقای به نام واهیک شاهینیان و حمید گنجعلی خانی ظاهراً شرکتی تأسیس میکنن و قرار میشه مبالغی بهشون بدن. البته همه اینهایی که ما میگیم صحبتهایی که خود آقای واهیک شاهینیان با یکی از شبکه های خارجی کرده، صوتش هست، این هست. یعنی ما داریم همه رو نقل میکنیم، یعنی داریم خبر میدیم. بعد ایشون میادش، بعد از این اتفاق که میفته میان تهران، مشاور آقای مرعشی بودن، بعد معاون 1387 معاون آقای رحیم مشایی میشن، معاون سرمایه گذاری در سازمان میراث فرهنگی. بعد یه اتفاقی میفته به نام رقص قرآن و با دف و اینها، و ایشون استعفا میدن، میان بیرون، میرن یه شرکتی تشکیل میدن به نام سمگاه، شرکت خصوصی در حوزه سرمایه گذاری تو حوزه گردشگری. این بحث تخلفات همینجا شروع میشه، یعنی رسانه ها شروع میشه که اولین چیز اینه که اینها سرمایه اولیه تشکیل یک شرکت خصوصی به نام سمگا از یک شرکت دولتی به نام کانون اتومبیل‌رانی و جهانگردی میاد. خب این تخلف اصلا طبق قانون تجارت تخلف، طبق همه قانون تخلف. خب این اونجا رسانه‌ای میشه، اطلاع رسانی میشه. بعد بحث 1,600,000 هکتار زمین‌های لواسان تو شرق تهرانه که سایت الف گزارشی می‌نویسه به عنوان راندخار متصل به حلقه قدرت و ثروت در مورد آقای مهدی جهانگیری. خب یه فضاهایی بعد این گزارش چیزی همون زمین‌ها هم پس می‌گیرن ازشون. ولی الان دوباره ایشون متهم شدن، محکوم شدن که در موارد اتهامیشون قاچاق حرفه‌ای ارز بوده و همینطور تحصیل مال نامشروع. شما در این مورد نوشته بودید؟ ما در همین مورد هم نوشته بودیم، اما اصلا بحث این قاچاق ارز و اینا خب هست، حالا اینا سوابقش تو مطالبی که ما هست، انتا ما اینها رو نگفته بودیم. ما هر چیزی که نوشتیم آقای موسوی همش مستنده به یک مطالبی که در رسانه ها چاپ شده. یعنی ما هم سوال میکردیم مطالبی که در روزنامه های رسمی هست، مطالبی که در سامانه کدال هست، گزارش های حسابرسی های رسمی در مورد شرکت های
شرکت‌های هلدینگ گروه مالی گردشگریه. مطالب ما اینه، صحبت‌هایی که نماینده‌های مجلس کردن، پس مسئولین قوه شما رفتید فرماندهای سپاه کردن، تحقیق کردید و در مورد این پرونده ها اطلاعات رو جمع آوری کردید و دربارش نوشتید. بله. مورد اتهامی شما که حالا بر اساس اون مورد اتهامی برای شما حالا کیفر هم صادر کردن، حکم دادن، این چیه؟ اینا رو ما هنوز من جزئیات رو نمیدونم آقای موسوی. رأی و غیابی صادر کردن، رأی 7/4/99 صادر شده، 27 و 28 همون ماه یه ابلاغی شده به یه آدرسی که اصلا آدرس من نیست، من نمیدونم چه آدرسیه، توی آدرسی توی خیابون سربلان تو تهران. بعد از این من چند روز پیش از کامنتی که یکی از این به اصطلاح یه مطلبی در مورد حکم آقای جهانگیری که صادر شده بود، یه لایوی گذاشتم، یه صحبتایی کردم و مطالبی نوشتم، یکی اومد کامنت گذاشت برای من، البته با از این ترولل های شبکه های مجازی و این که هستن، که ما برای خودت هم 2 زندان گرفتیم، که من تعجب کردم، گفتم کدوم بدتر، من حکمی ندیدم. پس شما اینطور شنیدید؟ بله من اینطوری پیگیری کردم. پنجشنبه تازه من رأی رو پیدا کردم، الانم دارم یه وکیل پیدا میکنم، هنوز موفق نشدم که بره ببینه پرونده چیه، جزئیات چیه. ببین بالاخره تو رأی من نوشته شما به علت درج مطالب در کانال ویژن نیوز. آقا این کانال ویژن نیوز برای کیه؟ بسخن. من خیلی مطالب آقای کلانتری، خیلی در مورد این حرف زده میشه که آقای رئیسی دنبال مبارزه با فساده، یه سامانه هم ایجاد شده به اسم سامانه سودزن و حتی گفته میشه که اگر شما دنبال چنین مطالبی باشید، گویا اینکه پرونده های فساد رو بیاد افشا بکنید، نه تنها منعی نداره بلکه باید با شما هم همکاری بشه. تجربه شخصی شما این رو ثابت میکنه؟ آقای موسوی عزیز ببین، من از سال 1388 من اینایی که به شما میگم، من در مورد پرونده فساد آقای مهدی جهانگیری به تمام دستگاه‌های نظارتی مربوطه، اینجا دونه دونه ببین، وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، سپاه پاسداران، اون بخشی که مربوطه بهش، عرض کنم که تو بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل 90 مجلس، من به همه اینا اطلاع، به نماینده‌های مجلس، من بعضیا رو حتی رفتم خونه‌شون، من آقای علی مطهری حتما یادشون میاد که من با دوستم آقای قادری ما شب رفتیم منزل ایشون، به نماینده مجلس بعضی تک تک اطلاع رسانی کردیم در این مورد. از 88 کدوم رسیدگی شده؟ اصلا کدوم سود زنی؟ ما شیپور زدیم، کسی رسیدگی نکرد. با سوت میخوان رسیدگی کنن، سامانه درست کردم، مگه با سامانه حل میشه؟ 10 سامانه دیگه هم قبلا بوده. سپاسگزارم، ممنونم از فریبرز کلانتری، روزنامه‌نگار تحقیقی. امروز 6 فوریه است، روز جهانی مقابله با ناقص‌سازی اندام جنسی زنان، روزی که برای آگاه سازی درباره چنین اقدام‌هایی در نظر گرفته شده، گرچه فقط در بعضی از نقاط دنیا انجام می‌شود، ولی خب تبدیل به دغدغه بین‌المللی شده. بر اساس بعضی تحقیق‌ها ناقص‌سازی اندام جنسی زنان یا ختنه در چند نقطه از ایران هم انجام می‌شود. در بسیاری از معاهدات بین‌المللی ناقص‌سازی اندام جنسی زنان محکوم و خشونت علیه زنان و کودکان نامیده می‌شود. فرین عاصمی گزارش می‌دهد با این توضیح که موارد مطرح شده در این گزارش ممکن است برای بعضی از مخاطبان ناراحت کننده باشد. تیغ تیز سنت بر پیکر زنان، بریدن اندام جنسی زنان و دختران و ناقص‌سازی یا به قولی ختنه آنها برای کاهش میل جنسی، یا آنطور که برخی به غلط تصور می‌کنند، پاکیزه و آماده کردنشان برای ازدواج، کاری که گاه در بدو تولد و گاه در سنین بالاتر انجام می‌شود و در بیشتر موارد انجامش پنهانی و غیر بهداشتی است، بدون داروی بیهوشی، با تیغ و چاقو و شاید کمی هم بتادین و داروهای محلی. هر بار درباره ختنه زنان میشنم یا چیزی میخونم، دردی که تو بچگی تحمل کردم دوباره از اول میاد سراغم. درد اون تیغ تیز بدون بیهسی یا بیهوشی. الان که دارم در موردش صحبت میکنم تمام تنم درد میکنه. ولی درد جسمی در مقابل درد روحی کشیدم هیچه. فقط 5 بود. کسی که من رو ختنه کرد مادر بزرگم بود. باورتون میشه؟ مادر بزرگم. مادرم هم کنارم بود. اصرار میکرد که تحمل کنم. هر دو خودشون ختنه شده بودن. مادرم رو هم مادر بزرگم ختنه کرده بود. مادرم میگفت میدونم درد داره ولی راهی جز ختنه نیست. هیچ وقت نتونستم ببخشمش. هیچ وقت.
پیچیدگی های ناشی از ناقص سازی اندام جنسی گاه تا آخر عمر با زنها میماند. از جمله این پیچیدگی ها دردهای شدید، خونریزی شدید، التهاب بافت های واژن، تب، عفونت مجاری ادرار، مشکل در دفع ادرار، عفونت واژن، مشکلات ناشی از شوک روحی و گاه مرگ است. دخترانو به زور وادار میکنن از طریق یک نفر که مسنه توی محله یا توی شهر یا توی آبادی که با یک تیغ آلت تناسلی دختره رو قطع میکنه. این چند شکل داره، البته تنها یک شکل نیست، بعضی وقتا که فقط کلیتوریز زن رو میبرن قطع میکنن، یک نوعشه. یک نوع دیگرش هست که لبای داخلی و لبای خارجی آن رو قطع میکنن و باز میدوزن. نوع سوم آن بدترین حالتشه که لبهای داخلی، لبهای خارجی، کلیتوریز دختر بچه رو میبرن، همه رو میدوزن و تنها یک سوراخ برای دب ادرار و یا پریود عادت ماهانه میذارن، مثل اینه که آلت تناسلی مرد رو قطع کنن. و این چه تأثیری برای زندگی یک مرد داره؟ قطع کردن آلت تناسلی دختران به هر نسبتی همون تأثیر رو در زندگی دختران داره. آمار دقیقی از ختنه زنان در ایران و جهان وجود ندارد، اما بر اساس آمار یونیسف همکنون دست کم 200 میلیون دختر و زن زنده در 31 کشور دنیا وجود دارند که ختنه شدند. در سه دهه گذشته ناقص سازی اندام جنسی زنان به طور کلی کاهش داشته. این روزها حدود یک سوم دختران 15 تا 19 ساله در 31 کشور دنیا ختنه می شوند، در حالی که 30 سال پیش این آمار یک نفر از دو نفر بود. 9 سال پیش مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌ای تصویب کرد و در آن خواستار از بین رفتن کامل ناقص‌سازی اندام جنسی زنان شد. بر اساس برخی تحقیق‌ها در ایران هم هنوز در نقاطی از استان‌های هرمزگان، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی ناقص‌سازی اندام جنسی زنان انجام می‌شود. قانون مجازات اسلامی برای قطع و از بین بردن اندام تناسلی زن دیه تعیین کرده و میان باکره و غیر باکره، خردسال و غیر بزرگسال و سالم و معیوب فرقی نگذاشته. اما چرا با همه مخالفت‌ها جلوی این کار هنوز به طور کامل گرفته نشده؟ در این رابطه و در رابطه با خیلی از فرم‌های خشونت علیه زنان هیچ اقدامی نه تنها نمی‌کنند، بلکه اونو بوده خانواده‌ها گذاشتن و در این رابطه اون رو تایید می‌کنند. در نتیجه جمهوری اسلامی ظرفیت اینو نداشته تا حالا که بخواد روی این موضوع تغییری به وجود بیاره. خیلی از فعالین زنان و کمپینرهای زیادی توی ایران خودشون علیه این مسئله اقدام کردن و تونستن تا حدی وضعیت رو عوض کنن. ناقص‌سازی اندام جنسی خیلی از زنها و دخترها در ایران به واسطه مادرشون یا یک زن دیگه از اعضای خانوادهشون انجام میشه. روزهای مثل امروز ممکنه که جلوی ناقص‌سازی اندام جنسی زنها رو نگیره، اما آگاهی دادن راهیه برای مقابله با اون. فرین آسمی، BBC. اخیراً گروهی از مهاجران افغان مقیم تاجیکستان برای اولین بار در جشنواره تفریحی ورزشی زمستانی شرکت کردند. این جشنواره در پیست سفیددره در نزدیکی شهر دوشنبه برگزار شد. خبرنگار ما سهراب ضیا گزارش می‌دهد. کوه و برف و یخ و تمیزترین هوا، این همه را می‌شود در حدود 70 کیلومتری شمال شهر دوشنبه در منطقه ورزاب پیدا کرد. در مکان بازمانده از زمان شوروی که 5 سال پیش بازسازی شده و اکنون در زمستان ها مکان شلوغ است. سفیدره تنها پایگاه اسکی در تاجیکستان است که در ارتفاع بیش از 2500 متر قرار دارد. امروز این مکان مهمانان ویژه دارد، مهاجران افغان مقیم تاجیکستان که در یک اقدام بی‌سابقه برای شرکت در جشنواره تفریحی ورزش های زمستانی اینجا تشریف آوردند. سفیر افغانستان در تاجیکستان سفیددره را شبیه منظره های سالنگ و پنجشیر، بامیان و بدخشان و پکتیا دانست. او گفت که سفری بیش از 400 مهاجر افغان به پیست اسکی سفیددره به خاطر تفریح و استراحت آنها و جذب گردشگران افغان در آینده به تاجیکستان بوده است. فضای سفیددره مملو از صدای آهنگ و ترانه های افغانی بود و زمینش ضرب پای ده ها مهاجر افغان را احساس کرد.
کرد که بگویم یک تبدیل هوا به همه شد، به کسایی که محصل بودن، به کسایی که شاگرد بودن و به کسایی که اینجا زندگی میکردن. هوای یخش بسیار یک مزه خاص داره و من از هوای یخش بسیار لذت میبرم. این خانواده یک سال و نیم پیش از پایتخت افغانستان به تاجیکستان مهاجرت کرد، اما به دلیل شیوع ویروس کرونا تا حالا امکانی دیدن سفیدره را نداشته. برای فامیل، برای همه یک تفریح واقعا خیلی خوب بود، یک جای خیلی خوب است. مشکل کشور ما یگانه مشکل امنیت نیست فعلا. فعلا تو گشت و گذار آزادانه نمیتونیم. در میان مهاجران تازه از راه رسیده ها هم بودند، مثل این خانم که حدود دو ماه پیش همراهی شوهر و دختری کوچکش از کابل به دوشنبه آمده. به خاطری که بتونیم خود حفظ کنیم از این جنجال ها و از این جنگ هایی که هست، جنگ های داخلی بخصوص انتحار و انفجارهایی که هست، مجبور شدیم که بیاییم در این کشور. کاش در کشور ما امنیت برقرار می بود و ما هیچ وقت مهاجر نمی شدیم. بسیاری از مهاجران به بازگشت صلح در کشورشان باور ندارند، برخی های دیگر اما صلح را شدنی می دانند. والا ما 40 سال است که به همین امید ششتیم، اما او رقمی که گذشته و تاریخ بر ما گفته بسیار سخت است که ما امیدوار باشیم که آیا صلح حتما میایه یا نه. با امید صلح سرتاسری در کشورم، انشالله که ما جوانان آینده سازان وطن هستیم و صلح اگر کلانا آورده نتونستن ما جوانان میاریم. حالا نزدیک 5000 افغان در تاجیکستان زندگی میکند. روند مهاجرت آنها به تاجیکستان از 2 ده سال پیشتر شروع شده بود. در گذشته ها وقتی که در افغانستان جنگ بود، شما می فهمین که او وقت مهاجرت ها به پاکستان و ایران صورت گرفت و او وقت هم در ایام جنگ ها مشکلاتی در این طرف موجود بود. بعد از استقلال تاجیکستان که امروز یک کشور خودمختار و صاحب استقلال است، من فکر می کنم که افغان ها زیادتر علاقمند هستند که در این دیار بیاین و تفریح بکنن، سیاحت بکنن، سرمایه گذاری بکنن. مهاجران افغان از حق تحصیل و سلامتی و کار در تاجیکستان برخوردارند و برخی از آنها تحت حمایت سازمان ملل متحدند. اما نرخ بالای بیکاری در تاجیکستان و اقتصاد ضعیف این کشور روی استاندارد زندگی آنها هم به تأثیر نبوده. با این همه اولین جشنواره تفریحی در سفیدره زندگی این مهاجران افغان را در غربت دست کم برای یک روز به حال و پررنگ تر کرده. سهراب ضیا، بی بی سی، پیست اسکی سفیدره. ممنون از اینکه 60 دقیقه را تا آخر تماشا کردید.